سلام و شب شما بخیر. به یک دیگر از مجموع برنامه‌های تمرکز با من لطیف محمود خوش آمدید. در این برنامه گفتگوی داریم با وزیران ارشد کشور، جناب محترم استاد آمنه صفی افضلی، وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جناب محترم انجینر صاحب امیرزای سنگین، وزیر مخابرات، تکنولوژی و معلوماتی، که به وزیر صاحبان معظم خوش آمدید میگوییم. تشکر. جناب وزیر صاحب، با شما آغاز میکنیم. با وجود این که دایره کاری وزارت شما نهایت گسترده است، از زمان که شما به این سمت آمدین، اولویت های کاری شما کدام ها است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان تلویزیون آریانا. از جناب شما و همه دستاندارکاران اظهار تشکر میکنم. البته طبیعتاً وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، امور رقم که از نامش پیداست، یک ساحی وسیع ارائه خدمات برای اتباعی افغانستان داره، از طفلی که به دنیا میایه تا پیر، جوان، کسی که متقاعد میشه، خدای نخواسته متوفا میشه، همه در حقیقت ارائه خدمات مربوط به می وزارت میشه. به همون اساس ما هم در پلانهای کاری خود در ابتدا اول خواستیم که سیستم ریفرم در ساختار تشکیلاتی خود بیاریم تا بتانیم ظرفیت‌های سالم در ساحه مدیریتی داشته باشیم. و او وقت وزارت که ما آمده بودیم، هنوز به سیستم پی آر آر و یا روتب از طریق اصلاحات اداری شامل نشده بود، با همون ظرفیت‌های گذشته بود. اولین کاری که کردیم همین بود که این ریفرم در خود وزارت آوردیم. این چند فایده داشت. میتونستیم با یک امتیازی بهتر، یک کارمند خوبتر و از طریق رقابت آزاد بتانیم. دوم از این که در هر حوزه کاری خود، چی در ما چهار معینیت داریم که معینیت شهدا و معلولین است، معینیت کار هست، معینیت اجتماعی هست و معینیت اداری. در معینیت کار هم ما تغییر و ریفرم اصلی که آوردیم در سیستم تقاعد ما بوده که ارائه خدمات برای متقاعدین عزیز انجام میشه. خوشبختانه بانک جانی در این عرصه ما کمک کرده. شاید از طریق رسانه دوستا و عزیزام دیده باشن که ما در روز متقاعدین افتتاح کردیم خزینه تقاعد بعد از بازسازی و ریفرمی که ایجاد شده. منظور از ریفرم اونجی است که سیستما الکترونیکی میشه، با ادارات وصل میشه، دیگه متقاعد نیاز نیست سرگردان شه به یک اداره بره و اسناد خود ببره و باز به خزینه تقاعد. اسناد مستقیم از طریق الکترونیک و از طریق اینترنت ادارات متقاعدین خود. اجازه بدین این مباحث را که چهار معینیت گفتین جدا جدا بس بکنیم. به بحث کار میایم. چند فیصد مردم افغانستان زیر خط بیکاری به سر میبرن؟ اگر ما آمار بگیریم از نفوس افغانستان، ایسایی مرکزی آماری که جدیداً برای ما رسیده، ما 10 میلیون افراد واجد شرایط کار داریم در افغانستان. چرا؟ اگر ما اطفال را از این کم بکنیم و متقاعدین یا کسایی که سنشان بالاتر هست، نفوسی که واجد شرایط کار هست 10 میلیون در افغانستان است و از اون 10 میلیون ما در حدود میتونیم بگیم که 4 میلیون افرادی هستند که بیکار هستند. یعنی بیکار مطلق ما در حدود 2 میلیون داریم که بیخی کار ندارد. جناب وزیر صاحب، هرچند آمار ها هم نهایت دقیق نیست در افغانستان، کلیگویی شده، چون ما کدام نهاد مشخص را نداریم که سرشماری بکنن، اما میزان بیکاری در افغانستان به حد بلند است که هر بیکار را میشه یک تهدید بر امنیت گفت. آیا شما موافق هستین که هر شخص بیکار خود تهدید بر امنیت است؟ یقیناً اشتغالیابی و کاریابی یکی از نیازمندی های جامعه ماست در شرایط کنونی. خوشبختانه که ما نسل ما نسل جوان است و امروز ما نیاز به بازار کار زیاد داریم. اگر ما بتانیم که در جهت اشتغالیابی سرمایه گذاری کنیم، یقینا در جهت امنیت سرمایه گذاری کردیم. تا حالا شما چی کردین؟ در چه پروژه های برای اشتغالزایی دائم شما را انداختین؟ ما اشتغالزایی مربوط به ما نمیشه. ما حمایت میکنیم از کارگر و توازن بین کارگر و کارفرما، حمایت میکنیم طبق قانون از یک کارمند، چی کارمندی دولتی باشه چی در سکتور خصوصی باشه، مطابق به قوانین و مقررات، مطابق به قانون کار، مطابق به مقرره هایی که ما داریم، از حقوق از او امتیاز. اشتغال زایی مربوط به سکتور خصوصی میشه. به طور مثال تو خوشبختانه امروز وزیر صاحب مخابرات در جمع ما قرار داره. اما وزارت شما وزارت کار است. نه، کار شما حمایت است، پالیسی ساز است. کارگر و کارفرما چی دارین؟ شما استبداد کارفرما بر کارگر را در قرن 21 در افغانستان میپذیرین؟
استبداد نمیگیم خب، ولی خب مشکلات هست هنوز در جهت قانونمندی. ما در قانون کار یک اصلاحی آوردیم که در سابق مثلا قانون کار ضمانت اجرایی نداشت، یک به سکتور خصوصی در او توجه نشده بود و شرایط گذاشته نشده بود. ما جدیداً قانون کار که روز پیشتر ما در حقیقت آگاهی دور جدید شروع داشتیم به همین دلیل بود که ما بتانیم یک نظارت قوی داشته باشیم. ما نظارت کننده هستیم. بله. قانون کار بدون شک قانون کار به نحوی با شما ارتباط داره. بله. و شما ناظر هستین. بله. شما به خاطر سکتور عمومی که حکومت است و سکتور خصوصی است. بله بله. چه تعداد نفر بر نظارت دارین که قانون کار تطبیق شده و در کجا نشده؟ امروز اطفال زیر سن زیر کارهای بسیار کلان است. بله. شما حتما تا وظیفه که میرین شاید ده ها گدا گدای طفل که شخصیت های فردای کشور زیر کار است. ببینین یک مثال برای شما میرم جناب وزیر صاحب، در فرانسه 1.5 میلیون یورو به خاطر شخصیت یک طفل تا مرحله بکلوریا هزینه میکنن. بله. تا این طفل فردا دزد، رهزن، حراس افغان بار نبه. در افغانستان ما گفته میتونیم که 1 میلیون طفل در شهر کابل، اگر 1 میلیون نباشه آمارش شاید کم باشه. بله. اما پشت موتر به گدایی میروند. اینا دزدان فردا خواهند بود، حراس افغانان فردا خواهند بود، انتحاریان فردا خواهند بود. آیا شما با این موافق هستین؟ اگر به اینا توجه نشه، فرمودی شما یک برنامه ریزی دقیق نباشه، یقیناً. اما خب چی برنامه ریزی است؟ به خاطر اطفال گدا از قبل از اینکه ما به وزارت یک مورد را اگر خلاص بکنیم باز بیایم سر اطفال. مشخصا سر اطفال اگر شما بگین، چون ما از بحث کار آمدیم باز به بحث اطفال. بحث کار ما تکمیل نشد. با اطفال برمیگردیم. تکمیل نشد. خب کار اطفال میگه. بله، ما بحث اطفال یقیناً کشوری هستیم که سید جنگ بوده، همیال ما در حالت جنگ هستیم، همیال ما در حقیقت برای دفاع میبینیم، انتحاری هر جای از لحاظ امنیتی ما را تهدید میکنه. این خودش سبب شده عوامل دست بده. وقتی شما میگین کاریابی، امی طفلی که روی سرکم است از فقر است. ما 36% زیر فقر هستیم به دلیل از اینکه ما نتونستیم در عرصه سرمایه گذاری خصوصی، ما زمین سازی های خوبی مثل که در عرصه مخابرات داریم در ساحات دیگه نداشتیم. اگر شما چی کار کردین؟ آیا زمین تهدید؟ این وظیفه من نبوده. ببینید این وظیفه تمام وزارت‌های سکتوری است، مثل وزارت آب و برق، مثل وزارت انکشاف دهات. نمیگم اونا هم کار کردن، پلیسی ساختن، استراتژی ساختن، قانون کار ولی شما نظارت میکنید. بله بله بله. جناب وزیر صاحب، در این مورد نظارت شما چی را نشان میده؟ ما نظارت ما ماموری که به یک اداره کار میکنه مطابق به قانون کار باید بهش مزد داده شود. خب این اطفال تسهیلات باید اطفال کار میکنن. سر اطفال هم که میایم، اطفال کار شاقه باید نکنن. اطفال آهنگری میکنن. کار اطفال خلاف قانون است. این که خلاف شما گفتین نظارت میکنیم. چی نظارت میکنیم؟ ببینین ما طبق قانون تقریبا 18 موری در کارهای شاقه قلمداد شده. به روز قبل ما افتتاحی هم که داشتیم امضا هم کردیم. طبق کنوانسیون 182 دولت افغانستان مکلف است که کار شاقه روی اطفال باید صورت نگیره. این بارها از طریق رسانه ها، از طریق تلویزیون، از طریق رادیو. اما نتیجه مهم است. بله نتیجه خب گفتم نیاز هست که فقر زدایی در افغانستان بشه، خانواده ها کمک بشن. خانواده ها در تئوری درست، در عمل در اینجا در عمل هم آنن نمیتونیم بگیم یک شبه ما کل کار. خب نظارت شما چیه؟ نظارت ما همیز گفتم ما مواردی که ببینیم برای از اونا توصیه میشه و در حقیقت باید خانواده ها کمک شن. یک برنامه با معذرت اگر شما اجازه بدین، طفل امروز وزنش 7 کیلوس 10 کیلو مارتول میزنه، در آهنگری ها کار میکنن. طفل امروز زیر موترا موترشویی میکنن در سرمای بسیار شدید. طفل امروز گدایی میکنن. گدایی خودش جرایم اعتیادی پنداشته میشه از جرایم اعتیادی. شما چگونه نظارت میکنین؟ چند نفر ناظر دارین؟ ببینین ما به همین اساس تنها ما ناظر نیستیم. به ارتباط جمع‌آوری اطفال روی سرک ما یک کمیسیونی داریم که خوب است یک روز به دفتر معاون صاحب دوم هم برین، چون در رأس او کمیسیون معاون صاحب دوم قرار دارن. وزارت ما یک عضوی از این کمیسیون هست و وزارت‌های زیر ابت دیگه هم هستن. وزارت داخله هست، یک پروگرام چند
سال قبل ما گرفته بودیم اطفال جمع‌آوری میشد، اینا کاتگوری میشد، گداها، خانواده‌ها کمک میشد. نتیجه داشت به شرطی که دولت امکانات پرداخت هم پول رو میداد. ببین اجازه بدین که من گپ خودم تکمیل کنم. دولت به دلیل نبود امکانات این کار متوقف شد. من از پشت این تریبون میگم اگر همو پروسه دوام پیدا میکرد و دولت افغانستان به او اساس میتونست به او پروژه پول پیدا بکنه، یقینا که بسیار موثر. همیال ما تلاش میکنیم، همیال ما ناامید نیستیم. اطفال زیر سن سونامی شدید و سونامی بسیار خطرناک برای آینده افغانستان نمیدانین این اطفال مخالف کیست؟ ما چرا با هلمند بریم مبارزه بکنیم با دهشت افغان و با طالب مسلح که جنگ میکنن؟ این اطفال 10 سال بعد خود مخالف مسلح نظام است، چون اینا در یک بیبندوباری بزرگ میشن، سر از یا سرمایه گذاری میشه از طرف استخبارات منطقه و استخبارات جهان. اما ما در متاسفانه در افغانستان شیشتیم و کار نمی کنیم برشان. اگه شما اجازه بدین که من صحبت های ما هم تکمیل شد که چی کارهای دولت افغان. اولا خب گفتم همون کمیسیون ایجاد شده. شما در مورد نظارت نمی گیرم وزیر صاحب. نظارت ما نظارت داریم، نه تنها که ما نظارت، ما صد نفر ناظر نداریم که به دلیل از این گفتم یک کمیسیون هستیم. همه ما با هم نظارت میکنیم. در اون کمیسیون حقوق بشر هم شامل است، در اون کمیسیون وزارت داخله هم شامل است، در اون کمیسیون هم بسیار گسترده است جناب وزیر صاحب. بله. ما با 5 نفر که کمیسیون در راستش 5 نفر است، ما باید حداقل 1000 ناظر داشته باشیم. اجازه بدین ما همی کمیسیون همه با هم مثلا ساحات مختلف نظارت میکنن، بخشای تفتیش کار خودمون هم هستن، میرن به ادارات و در غیر از مهم نیست که پالیسی ها ساخته شود و پالیسی ها تطبیق شود. استراتژی اطفال در معرض خطر ساخته شده، کتگوری شده که 23 نوع اطفال در معرض خطر ما داریم. رو از این ما برنامه های سیپن داریم در تمام ولایت افغانستان که به تنهایی دولت افغانستان اجازه بده، دولت افغانستان به تنهایی نمیتونه. سیپن ما در تمام ولایت افغانستان سکتور خصوصی به او شامل هست، مؤسسات، انجوها و سازمان هایی که و نتیجه بسیار خوبی هم داره در تمام ولایت. اگر گزارشات شما ببینید 4000 طفل در معرض خطر در حقیقت نجات پیدا کرده از طریق همی سیپنای ما. امروز بسیار زیاد شده وزیر صاحب. ببینید گزارشات برای شما میرسه. 5 سال به این طرف وزیر صاحب اگر شما اجازه بفرمایید از 5 سال به این طرف ما این مشکل میبینیم. شما از چهارراهی دیمزنگ تا تلویزیون آریانا که 1 کیلومتر راست، نیم کیلومتر راست، شما تا اینجا ببین 10 طفل مقابل شما رو شیشه موتر شما رو میکوبن. بله بله. که پول بتین. یک نگرانی بسیار شدید است. از این نمیشه حکومت افغانستان که شما عضو بشستین. بله. اغماز بکنین جناب وزیر صاحب. اغماز نمیکنم، گفتم ما رو روی از او برنامه داریم برای رفع همین مشکل. تنها مانی که سکتور خصوصی هم دست به کار هست که یک پلانی برای دراز مدت ما داشته باشیم. این اطفال چی رقم جمع آوری کنیم، چطور خوام اون زمانی که ما جمع آوری میکردیم باور کنیم فیصدی که واقعا از جهت مستحق بودن آمده باشه گدایی کنه بسیار فیصدیش کم بود. اکثرا گفته شما به اساس باندها و شبکه هایی هستن که حتی اطفال اگر بگم خرید و فروش میشن. این چیزیست که خطر بزرگ است برای رفع از این پلان و استراتژی هایی داره. من بانک جهانی ما را کمک میکنه. بله. حمایت های امسال در نظر گرفته تقریبا 4 میلیون برای حمایت های اجتماعی برای شما... خانواده های مستحق داده میشه که طفل خود به گدایی روان نکنه. مورد شما موافق هستین که گروه های آدم ربا و گروه هایی وجود داره که امروز از اطفال در حوزه گدایی استفاده میکنه و 5 سال بعد به عنوان ارث افغان شاید به پاکستان ایران بفروشه؟ موافق هستین شما؟ من موافق هستم، ولی گفتم برای جلوگیری از این ما تشکیل سیپنار در تمام ولایت افغانستان حتی در سطح ولسوالی ما تشکیل های سیپن داریم که اینی می رقم افراد در معرض خطر تحت حمایت بگیرن و تحت پوشش بگیرن و از طرفی هم بانک جهانی هم یک کمک مساعدتی به ما داره که برای از این ما یک سیستم بسازیم پایدار باشه، نه که یک روزی جمع کنیم بازی مثل که سالهای قبل جمع کردیم ولی نتونستیم. یک سیستم ساخته شود دوامدار پایدار برای مجموعه که به افغانستان که تو قسانت کار زمینه مساعد کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټول غوړم ستاسو ټول محترم لیدونکو ته د اریانا ټلویزیون لیدونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الحمدلله د نوی نظام پر اتاک سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د مخابراتو په سکتور کې ښه پرمختګ شوی دی. مخابراتي خدمات هم موبایل خدمات هم د انټرنیټ خدمات د سیمې د ملکونو او د منطقې د ملکونو په کچه
دا شیشه چې اوس افغانستان تقریبا لزنه ملک څخه مخکې هم دی. الحمدلله اوس افغانستان هغه مرحله ته رسیدلی دی چې موږ ویلو چې په ګران هیواد کې داسې څوک ډیر کم پیدا کیږي چې موبایل ټلیفون ونه لري په ټول افغانستان کې. یو لوی کار چې وشو هغه دا دی چې موږ خصوصي سکتور ته د سرمایه ګذاري دپاره زمینه برابره کړه، او هغه ډیر په وخت په لومړی 2003 کال کې، یعنی د نظام په شروع کې. یعنی په مجموع کې څو کسانو ته تاسو کار ورکړی؟ دغه خصوصي سکتور ته د کار زمینه برابرول باعث د دې شو چې په دې سکتور کې ښه سرمایه ګذاري وشي. تقریبا 2.1 میلیارد ډالره سرمایه ګذاري شوې ده د مخابراتو په سکتور کې، او دا سرمایه ګذاري مستقیما د دې باعث شوله چې د یو زیات تعداد وطنوالو دپاره د کار زمینه برابره شي. فعلا زموږ تخمین داسې دی چې تقریبا 2.5 لکه یا 2.5 زرو نفر ته فعلا کار برابر د کار زمینه مساعده ده. هغوی د مثال په توګه ټول دا ځوانان چې په شرکتونو کې کار کوي، مخابراتي شرکتونو کې، د مخابراتو وزارت کې کار کوي، په انټرنیټي شرکتونو کې کار کوي، په سلګونو نور شرکتونه پیدا شوي دي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ او سافټویرونو خدمات عرضه کوي، او په همدې ترتیب سره په زرګونو دوکانونه دي چې موبایل ټلیفونونه خرڅوي، سیم کارتونه خرڅوي، د شرکتونو نمایندګۍ دي چې خدمات خلکو ته وړاندې کوي. دا چې ټول موږ ارزیابي کړي دي تقریبا زموږ ډېر داسې دقیق ارقام نه لرو، خو داسې ویلی شو چې تقریبا 200 تر 2500 زرو نفر دي په دې کار. غواړم چې فقط عرض وکړم د دې دپاره چې دا ارقام دقیق شي، همدا اوس موږ د یو ایس آی ډي سره یوه مشترکه سروې او مطالعه په کار اچولې ده چې ان شاء الله په راتلونکي یوه میاشت کې به هغه راپور آماده شي، بیا به موږ وکړی شو چې هغه دقیق ارقام. یوه انتقاد چې تاسو په کار وارد دی، بله، د تاسو سیم کارتونه د عمومي شرکتونو سیم کارتونه لکه په افغانستان کې سي خلک د عادي شان خرڅوي، لکه کورتۍ او جمپر دغه سي خرڅيږي، چې دا هم ناامنۍ ته ډېره زیاته ضربه رسي. آیا تاسو دا منئ؟ بله، او دا یو مشکل دی. مشکل په دې کې دی چې دا زموږ شرکتونه د قانون په اساس د 15 واړه شرکتونه چې جواز لري، دوی د قانون په اساس مکلف دي چې سیم کارتونه باید راجستر شي، خو دوی بیا د سیم کارتونه مستقیما خپل نه خرڅوي. دا دوی نمایندګۍ لري، او نمایندګۍ بیا په هر ولایت، هر ولسوالۍ کې دوکانونه دي چې هغوی د دوکانونو له طریقه دا سیم کارتونه خرڅیږي. څه شی چې پیښیږي هغه دا دی چې په دغه کښته خرڅلاو ځایونو کې د قانون سره تخلف صورت مومي. تاسو مسؤول یاستئ، ولې دلته تخلف کیږي؟ زه فقط دومره درته ویلی شم چې فعلا هغه نظام چې موږ برقرار کړی دی د سیم د رجستریشن دپاره، موږ په دې اوس تاسو ته دا اطمینان درکولی شي چې ټول سیم کارتونه ثبت دي، یعنی ثبت دي. لیکن څه شی چې مشکل دی هغه دا دی چې دا سیم کارتونه موږ نشو ویلی چې دا ټول صحیح ثبت شوي دي، په دې کې تقلب صورت نیسي. جناب وزیر صاحب، تاسو دا زیرزمینی ته چې لاړ شئ، همدا اوس سیم کارت 500 روپۍ خرڅیږي. سیم کارت هر څوک لکه سي نخوت اخلي، ټلیفون کې اچي، چې استفاده کې ایسته اچي. آیا دغه زمینه انتحاریانو ته یا نور هغه کسان چې منفي استفاده کوي دغه اصلي عامل دغه مثلا دغه د دې لپاره چې د دې کار مخنیوي وکړو، موږ تقریبا نیم کال مخکې ټولو شرکتونو ته هدایت ورکړ چې سیم کارتونه باید غیر فعال خرڅ شي، یعنی هغه تر څو چې راجستر نه وي سیم کارت به غیر فعال. اما تر اوسه پورې دا خبره نه ده شوې؟ نه، سیم کارتونه غیر فعال دي، لیکن متاسفانه ډیلران یا دوکانداران د تقلب کوي. دوی څه کوي؟ ګوره، ډېر ساده دی. د شپې لخوا د یو بل چا د تذکرې په اساس سیم کارت راجستر کوي، بیا د ورځې د یو هلک د یو کوچني له طریقه. تاسو ولې مقرره دې ته نه لرئ؟ مقرر لرو، خود ولی تطبیق هم کوو. کله کله زموږ ټیمونه هم د مخابراتو مشترک ټیمونه د وزارت داخلي، پولیس ورسره وي، دوی په همدې سړکو ځای کې ګرځي. هغه کسان چې دا کارونه کوي دوی ګیر شوي هم دي، توقیف شوي هم دي، او هغه دوکاندار چې تخلف کړی دی دغه دوکان هم تړل شوی دی. خو بیا هم یو مشکل کار دی، زه اعتراف کوم. ګورئ، په افغانستان کې دوه مشکله دي. زه غواړم چې تاسو فقط یوازې د کابل په کچه ده، تاسو مثلا ډېر لرې ولایتونه په افغانستان کې لرو، تاسو هیڅ پولیس او هیڅ آیت تر اوسه پورې هلمند ته نه ده تللی چې دغه خبره؟ نه نه، خواهش کوم. خو نه، زه استاد ته چې نظارت وشي په هغه حساب. ګورئ، موږ د اترا اداره لرو، او د اترا اداره په ټولو ولایتو کې نمایندګۍ لري.
زموش په هلمند ولایت کې زموش د مخابراتو رئیس د اطراف و نمایندګۍ هلته مسؤل دی. تاسو ته زه ډاډ درکوم چې تر کابل نه هم په هلمند کې دا ډېر ښه دی. د بېلګې په توګه یو مثال و، اما د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دا نظارت نه دی شوی. په ټولو ولایتو کې زموږ رئیسان د هغه ولایت د پولیسو سره دا وظیفه لري چې د دې مخنیوی وکړي. یو دوه خبرې غواړم چې وکړم. سیم رجستریشن په افغانستان کې تر ډېره حده بې معنا یو شی دی. ولې؟ ګورئ، یو مملکت ته چې اول خو دلته د هویت سیستم نشته، یو د هویت سیستم نشته. تذکیرې دي، څوک یې لري څوک یې نه لري، هر څوک کړی شي تقلبي تذکیره راوړي، دا یوه خبره. دوم، ته چې یو سیم راجستر کوي، ډېر مهم دی چې د هغه سړي آدرس په هغه کې ولیکي. په افغانستان کې هېڅ د آدرس سیستم نشته. یعنی که زه د خپل په نوم مثلا سیم کارت واخلم او بل چا دغه سیم کارت نه استفاده وکړي او زه د خپل نوم تقلبي ورکوم، ځینې ځای خو تذکره هم نه غواړي. په کابل کې دا خبره شته. هو، زه وایم دغه تقلب کېږي که نه. زموږ عمده مشکل په همدې کې دی چې د هویت سیستم نه لرو. نور ملکونه چې دا ډېر قوي په دې نظام جوړولی شي او تطبیقولی شي، هلته د هویت سیستمونه دي. ډیټابیس ته، ډیټابیس ته مراجعه کوي چې دا سړی شته که نه شته، یې د آدرس څه شی دی. ګورئ، دلته اوس یو سړی راځي، فرضاً د هلمند نه راغلی دی، کابل کې یو دوکان ته ورځي سیم کارت اخلي، هغه ورته وایي راکه هغه د تذکیره ده، هغه ورکوي، فورمه ډکوي، هغه هلمند نه راغلی، وایي زه کابل کې اوسېږم، آدرس کابل ورکي. سو د دې فورمي راجستریشن معنا څه شی شوله، فایده یې څه شی شوله که نه. نو مقصد مشکلات شته. موږ غواړو چې په افغانستان کې یو نظام جوړ شي. د همدې دپاره په همدې دواړو مشکلو د مخابراتو وزارت ګورې ابتکار کړی دی. هم د دغه هویت د مشکل دپاره موږ الکترونیکي تذکیرې ابتکار کړی دی چې ټول خلک د افغانستان الکترونیکي تذکیره ولري، د ټولو هویت په ډیټابیس کې ثبت وي، آدرس یې معلوم وي. دوم، د آدرس دپاره هم موږ اقدام کړی دی چې آدرس سیستم رامنځته شي په ښارونو کې، د هر چا ځای آدرس. خدا دا کار وخت نیسي. بېله شکه چې افغانستان په مخابراتو کې څنګه چې مخکې وزیر صاحب ویلي او عمومي روابطو کې ډېر زیات لاسته راوړنې لري چې د دې نه هیڅوک نه شي کولی چې سترګې پټې کړي. خو د قیمت په حکله جناب وزیر صاحب، ډېر خلک د مخابراتو د قیمت د جګوالي نه سر ټکي په افغانستان کې، د ټلیفونونو سره داسې چې انټرنټ کې مونږ لاسته راوړنې لرو، وایبر داسې بېله پیسو نه خلک خبرې کوي، سکایپ او دا مسایل، دا مثبت ټکي دي. اما په دغه موضوع کې تاسو څه مسایل لرئ؟ دغه انتقاد په ما باندې ډېر کېږي. حتی ځینې وخت خلک ماته فیسبوک کې لیکي چې ته د شرکتونو سره شریک او شرکتونه شاید ماته پیسې راکوي که نه، او په دې خاطر موږ د دوی سره جدي برخورد نه کوو. ګورئ، دغه قیمتونو موضوع د رقابت موضوع ده. په یعنی زموږ په ګران هېواد کې موږ کوشش کړی دی چې رقابت رامنځته کړو. د یو کوچني هېواد چې 30 میلیونه نفوس لري، په هغه کې موږ 15 مخابراتي لوی شرکتونه لرو او د هغوی ترمنځ رقابت روان دی. د رقابت په اساس په قیمتونو کې که تاسو وګورئ د 12